ویرایش منحنی رست شده با استفاده از فرمان اسپیلاین برای این کار بر روی اسپیلاین کلیک راست می کنم در قسمت سلکت انتیتی فرمان هایی وجود داره از این فرمان ها برای ویرایش اسپیلاین مورد نظر استفاده می کنم اد کنترل برای اضافه کردن یک نقطه به منحنی از این فرمان استفاده می کنم بر روی این فرمان کلیک می کنم علامتی در کنار نشانگر موز قرار گیره. بر روی منحنی کلیک میکنم. نقطه جدیدی ایجاد میشه. این فرمان میزان انحنای منحنی در این نقطه رو با استفاده از هندل به ما نشون میده. دوباره بر روی منحنی کلیک راست میکنم. Add Curvature Control برای ایجاد یک نقطه بر روی منحنی از این فرمان استفاده میکنیم. ولی با این تفاوت از اد کنترل که این فرمان میزان کشیدگی منحنی رو در این نقطه نشون میده. بر روی اد کرویچر کنترل کلیک میکنم. علامتی در کنار نشانگر موس نمایش داده میشه. بر روی منحنی کلیک میکنم. نقطه ای در این قسمت ایجاد میشه که با استفاده از این فلش میزان کشیدگی این نقطه نمایش داده میشه. نقطه‌ای که با استفاده از اد تنجنسی کنترل شکل گرفت و این نقطه با استفاده از اد کنترل ایجاد شد که دارای این فلشه دوباره بر روی منحنی کلیک راست می‌کنم. این زرد اسپلاین پوینت بر روی این فرمان کلیک می‌کنم. بر روی منحنی کلیک می‌کنم. از این فرمان هم برای ایجاد نقطه بر روی منحنی استفاده میکنیم نقطه ما شکل می‌گیره. ولی مثل بقیه نقاط غیر فعاله. در کادر اسپیلاین اسکرول رو به سمت پایین میکشم در ناحیه پارامترز نقطه ای که با استفاده از فرمان اد کرویچر رست شده رو انتخاب میکنم. نقطه سومه بر روی اسپینر کادر رو اولی کلیک میکنم و نقطه سوم رو انتخاب میکنم. دو کادر دیگه به این قسمت اضافه میشه کادر دی اس و کادر کرویچه کادر ردیس شعای انحنا در این نقطه رو تعیین میکنه میتونم با کلیک کردن بر روی این اسپینر ها شعا رو تغییر بدم و کادر کرویچه برای کشیدگی این نقطه استفاده میشه نقطه ای که با جنسی کنترل رست شده رو انتخاب میکنم نقطه دومه به رنگ صورتی در میاد تنها نقطه ایه که کادر تنجنسی درایوینگ براش فعاله و با استفاده از این کادر میتونیم زاویه هندل‌ها رو تغییر بدیم. که من از اینجا میتونم زاویه این نقطه و یا هندلش رو تغییر بدم. نقطه ای که با استفاده از فرمان insert spline point ایجاد شده رو انتخاب می‌کنم، نقطه چهارم. این نقطه. اگر در کادر اسپیلاین و در نایه پارامترز قرار بگیریم این نقطه هیچ تفاوتی با نقاط دیگه نداره بر روی کلوز دایلو کلیک میکنم بر روی منحنی کلیک راست میکنم سیمپلیفای اسپیلاین از این فرمان برای کم و یا زیاد کردن میزان انحنا با استفاده از تعداد نقاط قرار گرفته روی اسپیلاین استفاده میکنیم بر روی این فرمان کلیک میکنم کادر سیمپلیفای اسپلاین نمایش داده میشه. در قسمت تولرانس با استفاده از اسپینر ها عدد رو تغییر میدم. این عدد رو تغییر میدم. به دلیل زیاد کردن تولرانس کادر هشدار من نمایش داده میشه. بر روی اوکی کلیک میکنم. تولرانس رو کاهش میدم. منحنی زرد رنگ ایجاد میشه که تغییرات رو به ما نشون میده. با استفاده از تغییر تولرانس میزان نام هم تغییر میکنه و تعداد نقاط در قسمت این سیمپلیفاید کورف تغییر میکنه یعنی اگر بر روی اسپینر بالایی کلیک کنم این نقاط تغییر میکنه تعداد نقاط اصلی منحنی در قسمت اورجینال این اورجینال Curve قرار گرفته و تعداد نقاط تغییر یافته در قسمت این سیمپلیفاید بر روی کلوز کلیک میکنم در نهایی گرافیکی دوباره کلیک میکنم بر روی منحنی کلیک راست میکنم شو اسپیلاین هندل برای آشکار کردن و یا پنهان کردن هندل ها بر روی منحنی از این فرمان استفاده میکنیم که این فرمان الان فعاله و هندل ها بر روی منحنی نمایش داده میشن برای پنهان کردن هندل ها بر روی شو اسپیلاین هندلز کلیک میکنم تمامی هندل ها پنهان میشن دوباره بر روی منحنی کلیک راست میکنم و شو اسپیلاین هندل رو فعال میکنم. بر روی منحنی کلیک راست میکنم، دیسپلی کنترل پلیگون. بر روی این فرمان کلیک میکنم. خطوط خچینی نمایش داده میشه. این خطوط که با استفاده از این خطوط اسپیلاین رسم شده و میتونیم از این خطوط برای تغییر اسپیلاین استفاده کنیم. بر روی یکی از نقاط این خطوط کلیک میکنم. نقاط رو جابجا جا میکنم این نقطه رو جابجا جا میکنم. منحنی تغییر پیدا میکنه. دوباره بر روی این نقطه کلیک میکنم و نگه میدارم کلیک موس رو این نقطه تغییر میکنه. بر روی منحنی کلیک راست میکنم. دیسپلی کنترل پلیگون رو غیر فعال میکنم. دوباره بر روی منحنی کلیک راست میکنم. show inflection points از این فرمان برای نمایش نقطه عطف منحنی استفاده میشه. نقطه عطف نقطه ایه که در اون نقطه منحنی تغییر جهت میده و یا به عبارت دیگه مشتق دوم تابع قبل و بعد نقطه عطف تغییر علامت میده. بر روی show inflection points کلیک میکنم تمام نقاطی که تغییر انحنا در اونها اتفاق افتاده و یا به عبارتی نقاط عطف با این علامت نمایش داده میشه. بر روی منحنی کلیک راست میکنم. شو مینیموم ردیس. از این فرمان برای نمایش کوچکترین تقعور و یا شوهای انحنا بر روی منحنی استفاده میکنیم. بر روی شو مینیموم ردیس کلیک میکنم. در این قسمت دایره زرد رنگی نمایش داده میشه و کمترین شو در این قسمت درج میشه. یعنی این انحنا کمترین شعای ممکن رو نسبت به انحناهای دیگه این منحنی داره. بر روی منحنی کلیک راست میکنم. شو کرویچر کومز. بر روی شو کرویچر کومز کلیک میکنم. کومز و یا خطوط تراکم در این قسمت نمایش داده میشه که این خطوط نشان دهنده تراکم منحنی در هر نقطه است. با فعال شدن این فرمان کادر کرویچر اسکیل در ناحیه دیزاین منیجر و سربرگ پراپرتی منیجر فعال میشه که از این کادر برای نمایش میزان کشیدگی منحنی در هر نقطه بر روی آن استفاده میکنیم در ناحیه اسکیل میتونیم اندازه خطوط یا کمس رو تغییر بدیم بر روی اسپینر کلیک میکنم این اندازه ها تغییر پیدا میکنم در ناحیه دنسیتی میتونیم میزان تراکم خطوط رو تغییر بدیم. با استفاده از لغزنده بر روی لغزنده کلیک میکنم و کلیک موس رو نگه میدارم. بر روی کلوز دایلاگ کلیک میکنم. در نهایت در این آموزش یاد گرفتیم برای ویرایش یک منحنی میتونیم بر روی منحنی کلیک راست کنیم و از فرمان هایی که در قسمت Select Entities قرار گرفته این فرمان ها برای اعمال تغییراتی بر روی منحنی استفاده کنیم. یعنی میتونیم نقاطی به این منحنی اضافه کنیم میتونیم نقاط عطف رو مشخص کنیم و یا میتونیم کمترین شای انحنا رو نمایش بدیم.